سال 1379 یعنی دقیقا 20 سال پیش هواپیمایی از کرمان بلند شد به سمت تهران باید میرفت. این هواپیما در کراچی بر زمین نشست. چیزی که عجیب بود این بود که یکی از اقوام هاشمی رفسنجانی حسین مرعشی در این هواپیما بود و این احتمال داده شد که طلاهایی رو با خودش از ایران خارج کرده باشه. من فهمیم سخن در اون زمان بدون اسم مطالبی نوشتم که در روزنامه های اصلاح طلب اون زمان مثل بیان و اینها منتشر شد. از اون زمان 20 سال میگذره. در اون دوران ما از طریق سایت گویا و چترومی که داشت جناب دکتر نوریزاده رو ملاقات کردیم و برای اولین بار بعد از انقلاب من صدای گرم ایشون رو و تحلیل ایشون رو در این باره از در این به اصطلاح چتروم شنیدیم و صحبت کردیم. البته من در ایران بودم و خیلی خب موقعیت خطرناکی بود، ولی که اولین باری که من موفق شدم با جناب دکتر نوریزاده مستقیما صحبت کنم در اون زمان و از این طریق. امروز 20 سال بعد از اون ماجرا خوشحال هستم که بار دیگه خدمت جناب دکتر نوریزاده هستم، استاد ارجمندم، و خوشحال هستم که به من این وقت و افتخار رو دادن که بتونم باهاشون دقایقی صحبت بکنم و این صحبت ها رو در اختیار شما بینندگان عزیز قرار بدم. خدمت شما اجازه بدید. سلام، مخلص شما هستم. اجازه منم یه چیزی براتون بگم خیلی جالبه. ما تو این سالها، من خودم یه اسم مستعار در مجله فردوسی داشتم، سالهاست هنوزم دارم، این ناوک، و این از فردوسی عباس پهلوان برای من انتخاب کرد و من البته یه سری اسمای دیگه مثل این نارون و اینام داشتم، ولی این ناوک باقیم. کمتر آدمای دیگه بودن که اسم مستعارشون برای خودش صاحب شخصیت بشه. یعنی مثلا من این ناوک چون گزارش هفته می نوشتم تو فردوسی، سالها این این ناوک شد یه هویت، یه شخصیت. بعضی هم نمی دونستم منم. مثلا میمد از شهرستان میمد مجله فردوسی، میگفت این ناوک کجاست؟ وقتی که میدید منم خب خیلی تعجب میکردم. خیلی ها بودن، چون بعضی از موضوعاتی که می نوشتم به سن و سال و قد قواره من نمیخورد. تحلیل جامعه شناسی یا فلان اینا، من دانشجوی سال اول دوم دانشگاه حقوق بودم اون زمان. اسم مستعار در ایران بیشتر برمیگرده به پاورقی ها. حسین قنی مستعار 10 تا اسم داشت. دکتر سعدالدین الهی هیچ وقت یادم نمیره. شیرها و شمشیرها رو مینوشت به اسم کارون. داستانهای عاشقانه به عنوان یکی از نویسندگان. علی محمد عابر، بعد ارغنون داستانه تاریخی رو می نوشت. و همینطور حمید مال مستعان بود و اسمای دیگه که داشت. بعد از سالها یک اسم مستعار همه ما رو متوجه کرد آه این کیه؟ فهمیم سخن. و این جالب بود برای من. مقالات به کلی طعم متفاوتی داشت. اولا یک چیزی که در نوشته‌هاش خیلی مشهود بود، حرمت ماها رو خیلی داشت، همه جور حرفه‌ای ها رو حرمت می‌گذاشت، اونایی که اهل قلم بودن، روزنامه‌نگار بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، بهشون حرمت می‌گذاشت و دشمن آدمای متظاهر و دروغگو و حقباز بود. همه ما در اون وقت مسجل بود برای اون که این فهمیم سخن در ایران. منتها یادم هست مثلا من یکی دو دفعه با بهنود یا هادی خورسندی بحث میکردیم که این فهمیم سخن باید از همکارای خودمون باشه که حالا از به خاطر اوضاع جمهوری اسلامی نخواسته اسمش معلوم بشه. بعد به مرور این نوشته ها خیلی برای ما جذاب شد، خیلی. یعنی در واقع صبح میمدیم میزدیم گویا ببینیم نوشته جدیدی از فهمیم سخن اومده یا نه. سالها دلم میخواست اینا رو بگم، حالا فرصتی شد و باز برای من خیلی جالب. اینقدر حرمت میگذاش برای آدمای قدیمی، برای کسایی که آدم حرفه‌ای تو این کار بودن. یادم از در یه موردی بهنود مورد حمله قرار گرفت،
حالا من نمیدونم سر چی بود. احتمالاً فهمیم سخن اون وقت هم افکارش با بهنود ممکنه هماهنگی نداشت. ولی دفاعی که از اون کرد خیلی برای من جالب بود. همیشه یادم هست. یا از خود من دفاعی که کرد. این خیلی جالب بود. در اون موردی که برداشتن تو دهان من کلمه دوست من مدیر جی ال ویز رو در آوردن عطارو و جاش ولیعت سعودی گذاشتن از یه جایی و این رو پخش کردن همه جا. بعد خودش داره میگه من ولیعت سعودی ممنونم و یه دم باور کرد. خود منم واکنش اول نشونم جز یک بار اومدم این دوتا دستکاری شده رو نشون، ولی فهمیم سخن خیلی جدی دنبالش رو گرفت. به هر حال بعدن هم دیگر رو شناختیم، تماس گرفتیم، با هم همکاری کردیم مدتی و من همیشه قلمش رو دوست داشتم. گاهی اوقات عصبانی می شدم از قلمش، این اواخر یکی دو نوبت. یعنی به نظر من او از اون اوجی که داره هیچ وقت نباید قاطی این بازی جنجال های امروز بشه، برای اینکه او برای خودش یه هویتی درست کرده که فرهاد مشرقی مخلص شمستیم روی چشم، ولی فهمیم سخن برای خودش یک شخصیت و کبایی که واقعا وقتی داستانهای الهی رو با هم مقایسه میکردید هیچ وقت فکر میکردی اینا یه شخص واحد باشه. فهمیم سخنم با فرهاد مشرقی یکی هستن، ولی به نظر من شاید با دو نگاه، یعنی وقتی قلم رو دستش میگیره به گونه دیگری شاید دنیا رو میبینه، با مسئولیت بیشتر و اینکه حرفا رو باید زد اما گاهی اوقات همه حرفا رو نباید زد. مخلص شما در اختیارتون. خیلی خیلی من خوشحال هستم که مطالب منو پسندیدید. طبیعتا خب همیشه در مطالبی که یک نویسنده می نویسه خالص و ناخالص ممکنه پیش بیاد، بستگی به شرایط هم داره. بله، بله. و عرض کنم حضورتون که حالا چون امروز در اصل من میخواستم گفتگوی داشته باشم با بزرگان عرصه رسانه و سیاست در دوران کرونایی، و خب این یه دورانی خاص، شاید در دنیای مدرن ما همچین چیزی نداشتیم که جهان به قول معروف تعطیل شده به خاطر این ویروس و بیماری و مردم بسیاری خونه نشین شدن، از جمله اهل رسانه و اهل قلم. جناب عالی هم که یکی از پرکارترین، اگه نگیم پرکارترین، به اصطلاح مدیران رسانه ایرانی در خارج از کشور هستید. قطعا این به اصطلاح موضوع ویروس و ممنوعیت تماس و رعایت فاصله اجتماعی اینها شامل حال شما هم شده. یکم اگر ممکن باشه در این باره برای بینندگانمون بفرمایید. ببینید من اولش قضیه رو قد جدی نگرفتم. مگه میشه تو خونه نشست؟ من باید برم سر کارم، باید برم تلویزیونم رو اداره کنم، مرکز پژوهش رو اداره کنم، نشریه عربی رو درارم. یعنی برای من اصلا قابل تصور نبود بشنم تو کنم. یه روز همسرم نشست با من صحبت کرد، گفت همه این کارا رو داری میکنی، آیا حاضری از چشم سفران عشق بیاد بخاطر اینکه تو نیستی؟ منظورش نوه من بوده که نوه های دختری که خیلی دوستش دارم، یعنی پسر دوم من دخترش سفران، پسرش کامران، و این یه دفعه من تکون دادم. گفتم فردا نمیرم و از فردا نرفتم، و ولی کارا رو اینقدر منظم تنظیم کردیم که یک دقیقه عقب نیفتاد، برنامه ضبط میشه، سر موقع پخش میشه همه چی. حالا گیرم که بعضی از ما به ناچار از خانه برنامه رو با اسکایپ میدیم، ولی در این حال این زمان خیلی فرصت برای من پیش آورد. اولا فرصتی پیش آورد که من این بخش دوم ما بچه های خوب همدیگه رو که همینجور رها کرده بودم دنبال کنم، بنویسم. این شعرهایی موسوم به شعرهای استودیو، شعرهایی که من در لحظه ضبط میگم، یعنی میرم تو استودیو همونجا میگم. همین امروز من یه مثنوی گفتم
میخوام بگم از این شعرها دارم سیر. اینا رو جمع کرد که حالا نگاه کنم گرفتم نزدیک 500-600 شعر و این کار رو بهش رسیدم یه مقدار. یعنی همین فاصله یک ساعت رفتن یک ساعت اومدن 3-4 ساعت وقت با این و آن تلف شدن در واقع خیلی وقت دار. این همه تلفن رو جواب دادن همه خلاص شد. من اینجا نشستم مصاحبه هامو میکنم با تلویزیون عربی با فارسی برنامه خودم و روزانه رو میرم و در این حال به خودم هم رسیدم یه مقدار. روحیم بشاشتر شده، چشم و چارم به قول مادر بزرگا باز شده. اون خستگی که همیشه تو چهره من بود و به ویژه در این چند ماهی بعد از مرگ مادرم که چون زیاد گریه میکردم و چشمامم عمل کرده بودم، کترک داشتم و آب مروارید اسمش هرچی میذاریم، خیلی چشمام خسته بود. این پروژکتورم میخورد تو چشمم و چشمام حالت خستگی شدید داشت. ولی اینجا الان اون خستگی نیست و ورزش میکنم، به خود راه میریم. همه این نوع فیلم میبینم زیاد، فیلم خیلی فیلم میبینم. یعنی معمولا ساعت 12 میشینم و فیلم میبینم، 2 فیلم قاعدتا میبینم. صبح دیرتر بیدار میشم، البته گویی که باید پاشم خبرها رو تنظیم کنم ببینم، ولی دیگه تا 9:30 میخوابم. منی که همیشه 7 بیدار بودم. بنابراین یه تغییراتی در زندگیمون شده که برای من باور کردنی نیست. من از روزگار سربازی صبح سحر بلند شدم تا دیر وقت شب کار کردم. شاید از نظر استراحتی که شما کردید حالا توفیق اجباری هم بود. من 6 صبح میرفتم برنامه دوم، 6 صبح 6:30 برنامه شروع شد تا 9:30 صبح بخیر ایران. بعد میرفتم روزنامه اطلاعات تا 2 اونجا بودم، دوباره اومدم تلویزیون ساعت 3:30 برنامه عصرانه با رادیو 2 با میفخرایی با هم میرفتیم تا 6:30. 3 روز در هفته 7 درس میدادم بعد سالی خدمات اجتماعی و از اونجا میرفتم درس میدادم. بعد تازه میمدم خونه ساعت 9:10 شب بعد میشستم روزنامه ها رو ورق میزدم، فارسی، انگلیسی، عربی تیکه در میبادم برای برنامه فردا صبح. میخوام بگم همیشه عادت داشتم من کار زیاد کردم. یه اون وقت که دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، سردبیر امید ایران بودم، اینا کار زیاد کردم. من دوست دارم، من معتقدم ماها کار نکنیم زنده نیستیم و این کار کردن زیاد خب بعضی وقتا هم خیلی تعجب میکنم. مثلا بعضی از دوستان ما در یه سنی دیگه میگه آقا نباید کار کرد، نباید اینقدر کار کرد، متوقف میشه. من نمیتونم، من اگه توقف کنم نخواهم. تو این ایام کتاب جدیدی هم دست گرفتید برق بزنید یا مطالعه؟ فراوون. من یکی از کتاب‌هایی که به نظرتون خوب اومده چی هست؟ یکی از کتاب‌هایی که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد این کتاب آدمیت بود. من واقعا درباره شخصیت آدمیت و کاراش علی دهباشی در آورده، در واقع مقالات مجموعه مقالات نقطه نظرهای راجع به آدمیت. من خیلی برام جالب بود اینو خوندن. آدم هایی که اظهار نظر کردم و خود آدمیت رو میشناختم، از نزدیک باش برخورد داشتم و به دفعات در ایران و بعدم این که خب امیرکبیرش یکی از درخشانترین کارهاش بود که خونده بودم و کتاب های دیگرش، ولی این یکی که درباره او بود خیلی قطورم است، اینو نخوندم. یکی دیگم که معذرت میخوام، یکی دیگم که باز خیلی منو تحت تاثیر قرار داد کتاب برف پیری دکتر احمد مهدوی داماد. و این بخاطر اینکه اونجا یادواره هایی از مرحوم پدرم که با هم مدرسه میرفتن دوست بودن از اون روزگاران داشت، خیلی برام جذابیت داشت و میخوندم. همینطور شعر زیاد خوندم، خیلی شعر خوندم
و کارای احمدرضا احمدی جدیداشو دیدم، فوق العاده خوب بود. کاظم سادات عشقی‌وری که فوق العاده کارهای قشنگی کرده بود. بچه‌ها به هر حال یه سری کارهای کرده بودن، دورا دور ما در جریانش قرار داشتیم. و بعدم میگم من چون به تاریخ خیلی علاقه دارم، گاهی اوقات کتابایی رو که خوندم، مثلا خاطرات عبدو رو من خونده بودم، ولی دوباره اومدم میسم دو جلد خوندم. یا مخبر و سلطن هدایت، خاطرات و خطرات، یا گزارش ایران، اینا رو همه رو خوندم ولی دوباره خوندم. یعنی برام جذابیت خاطرات ابتهاج رو همینطور دوباره اینا رو خوندم. و یک سری هم کتابایی که میگم برای من جذابیت های زیادی داشته. بسیار بسیار عالی. یادی شد از جناب علی دهباشی که واقعا مرد بزرگی است و خدمات بسیاری به فرهنگ کرده. حالا صرف نظر از خدمات فرهنگی ایشون که واقعا اونم از نظر حجم و کیفیت میتونیم بگیم بی نظیر هست، این مسئله انسانیت ایشون خیلی برای من جالبه که مثلا با اون حال به اصطلاح بیماری که خودشون دارن، آسم شدیدی که دارن، نیاز به اکسیژن دم به دم دارن، مثلا میرن یک نویسنده ای رو که قادر به حرکت نیست برمیدارن، دکتر میبرن، دوا و درمان ایشون میرسن. و عجیب ترین کاری هم که کردن، یعنی ما باید درس بگیریم، این هست که بزرگ داشته بزرگان ما رو در زمان حیاتشون، نه بذارن بعد از مرگ که به اصطلاح خودشون نمیشنون، این بزرگ داشت رو برای من شایگان اینا کاملا. من اولا این بخارا رو در آوردن تو این شبکده جنون و دیوانگی و استبداد کار درخشان. بعد علی، من چون از روزگار خیلی جوانی میشناسمش، از اون زمانی که کتاب میفروخت، و این آدم خود رو بالا کشید، با محشور شد با بزرگان، و چون همینطور که میگید آدم قدرشناسی بود، انسانیت داشت، اونها هم از اون دریغ نکردن، مصاحبت هایی رو کسی دیگه نداشتن، با آستانه پاریزی بشه ساعت ها باش زندگی کن. و انواع و اقسام آن، مثلا بزرگداشت حمیدی شیرازی، ما همه آدمایی بودیم که زیر علم شاملو سینه میزدیم، یک بار هم حمیدی شاعر را بر دار شعر خیشتن آور کرد. ولی این اومد یه شخصیت حمیدی شیرازی که ما نمیشناختیم، ما فقط اون غرور حمیدی و من گر تو شاه دخترانی من خدای شاعرانم اینو میدیدیم. ولی یه باش اومد یه صفحات جلوم باز کرد از زندگی حمیدی که ما نمیدونستیم، یا استاد فولادوند، شایگان، دیگران، همه اینایی که در این سالها به اونا پرداخته، دکتر یوسفی، و من واقعا بهش احترام میذارم و خیلی بهش حرمت میذارم، درود بهش میفرستم، و خوشحالم که در تلویزیون ما در برنامه ماندگاران که در داخل ایران تهیه میشه برای اولین بار تا حالا کسی راجع به دهباشی برنامه درست نکرد، در ماندگاران برنامه ویژه علی دهباشی درست شد و پخش شد، در سایت ما هم موجوده و بسیار برنامه خوبی بود. قدر و اعتبار علی رو آشکار، یادشون همیشه با من هست و همیشه با قول معروف آرزوی سلامتی برای ایشون دارم. منتها آدم حقیقتا میترسه درباره بعضی از اشخاصی که در ایران هستن زیاد حرف بزنه، بعد اینها توی دردسر بیفتن. و آدم یه خورده رعایت میکنه از این راه هاست هست، ولی واقعا جایی داره که هر تعریف و تمجیدی از ایشون بشه به خاطر کارهای واقعی که کردن، نه فقط حرف، حدیث و غیره. یه یادی هم از جناب فریدون آدمیت شما کردید. ایشون کاراکتر خب متشخص و عجیبی داشتن و به همون صراحت و سادگی و تمیزی، یعنی به جملاتشون مطلقا کلمه اضافه متصل نمی کردن، همون چیزی که باید گفته بشه می گفتن. از این نظر نثرشون شاید به مزاج خیلی ها خوش نیاد. و عکسی از ایشون هست که با جواهرلال نهرو، ایشون به عنوان سفیر
جواهرلال نهرو به عنوان وزیر. شما تصور کنید دو تا دارن به هم دست میدن، معلوم نیست که کی وزیره و کی سفیر، یعنی اگه اسمشون رو ندید. حالا شما بحث به اینجا کشید، بیایم و صحبت بکنیم راجع به مثلا چرا ما شخصیت‌های سیاسی امروزمون به این وضع اسفبار و خجالت. مثلا من عکس سفیر ایران و خانومش رو در مقابل ملکه الیزابت دیدم، اصلا عرق شرم بر پیشونی میشه. حضور دست آیا شما صحبتی دارید در این باره؟ حتما. اولا یک چیزی بهت بگم راجع به آدمیت که گفتی، این خاندان خاندان بزرگی. مثلا شما طهمورث رو که سفیر ایران در مسکو بود، ایشون وقتی رفت به اونجا روسای دام سر راهش گذاشتن، مثل برای دیگران که میکرد. این به محضی که این اتفاق افتاد، به بهانه احضار شده به تهران، پاشد رفت تهران. در تهران اطلاع داد، رفت پیش وزیر خارجه آقای زاهدی، نشست همه چی رو گفت. واقعا اینا دام گذاشتن، اینجوری هست. زاهدی هم توصیه کرد برو، ما یک ماموریت دیگه بهت میدیم که به طور طبیعی از مسکو منتقل بشه. و همین کارو کردن. یه مدیر کلی در وزارت خارجه بهش دادن، اومد. و میخوام بگم اینا آدمای باشرافتی بودن، تمام مهر به میهن خود آدمیه. حالا شما راجع به این که ببینید عزیزم، اولین دسته محصلایی که حالا تعدادشون کم بود نظامی بودن، ناصرالدین شاه فرستاد، بعد مظفرشاه، بعد زمان احمد شاه تا رضا شاه. رضا شاه گروهی منظم شده صد و اندی اینا رفتن به خارج. اینا وقتی برگشتن توشون دکتر ارانی بود، کمونیستی که دنبال برپایی حکومت کمونیستی در ایران بود، مجله دنیا رو امتیازش گرفت، اولین مجله ایدئولوژیک ایران و در آورد. بعدم که دستگیر شدن گروه 53 نفر، رئیس شهربانی می‌خواست اونا محاکمه نظامی کنه، رضا شاه گفت ابدا. اینا فکر کرد راجع به فکر باید دادگاه عادی تصمیم بگیره، کار دیگه که نکردن. و اینا محکومت بله من رضا شاه میگه به صدرالاشرار و به رئیس شهربانی، چون صدرالاشرار وزیر دادگاه میترسه، میگه من چه محاکمه میکنم اینو رضا شاه، حتما میکنه اعدام بشه، من نمیتونم. رضا شاه میگه نه، اینا باید در دادگاه مدنی محاکم بشن. و حکماشون هم که شما میبینی سه سال و نیم چهار سال توی این باید. حالا در میان اینا ارانی هست، مهدی بازرگان هست، سنجابی هست، شاپور بختیار هست. شما از سال 1300 تا 1157 تمام دولت مردان ما، اصلی های ما، از میان همی ست تا صد هست. و یا اون تحصیل کرده هایی که بعد از این آمده، مثلا برادران آموزگار، اینا هم یک گروه بودن، دکتر علی خانی، اینا انصاری، اینا هم یک گروه بودن تو امریکا، دست خوردن با هم برگشتن، خود اردشیر زاهدی، اینا اومدن و مستر خدماتی شد. شما نگاه میکنی اینا اولا در میانشون همشون دنبال اینن که ایران اطلاع پیدا کنه، سربلند باشه، اعتبار پیدا، ممکنه راهش غلط باشه، درست نباشه. مثلا من و شما روش هویدا رو نپسند، ولی هویدا یه روشن فکر کتاب خونه، معاشرانی که باش میشستن کیا بودن؟ گلستان میشینه با گلستان، میشینه با نراقی، میشینه با حتی آل احمد، میشینه با آدمایی که اعتبار دارن تو جامعه ما در محیط روشن فکری. بعد آدمایی که انقلاب شد اومدن بیرون، همین دولت مردان اومدن. من به چشم خودم در یه آژانس هوایی منوچهر پرتو وزیر دادگستری رو دیدم، تمام آستینش رفته بود، یه اتاق کلیسا بهش داده بود تو اجول رود، تو اونجا زندگی میکرد. یگانه دادستان ایران از شدت فقر که توی قایق تو امریکا زندگی میکرد خودکشی کرد. و نمونه‌های مربوط به کی بود؟ ببخشید مربوط به کی بود؟
یگانه شاید مثلا 20 سال پیش خودکشی که داستان کل ایران، یا آدم کوچیکی نبود. و یا ولیان اینقدر راجبش گفتن، من یه باگم دم این آدم نه الفقر و فخری مایه اون بود. و عالی خانی مرد بزرگی که اون کارهای عظیم و توی اقتصاد ایران که تو دو تا اتاق توی امریکا زندگی میکرد، در حالی که خانواده ثروتمند داشت، برادراش، ولی او قناعتوار تکیده بود و اونجا زندگی میکرد. و بنابراین میخوام بگم اینها با عشق به ایران رفتن درس خوندن، با عشق به ایران برگشتن. من اون نطق رضاشاه رو اولین دسته محصل که دارم میره از یاد نمیبرم. چقدر زیبا بوده این مرد که میگن بی سواد بود. براشون میگه، میگه شما از یه کشوری میرید که چه گذشته با عظمتی داره. امروز استعمار پدر ما رو در آورده، اینجوری کردن، اینجوری کردن. شما باید برید اولا اون ایران تاریخی رو، خاطرش رو زنده بکن. بعدم باید بیاموزی دقیق که برگردید وطنتون، بتونید ایران رو دوباره به همون عظمتش برسید. مشرف الدوله نفیسی که یکی از سرپرستان دانشجوهاست اشاره میکنه که رضا شاه نامه مینویش خصوصی، شکل ملک رئیس دفتر میفرستاد اینا رو. من نگاه مثلا احوال دونه دونه محصلان رو میپرسی، این چی کار میکنه، این درسشو میخونه، این که رفته پزشکی موفق شده، این که مهندسی خونده، این که حقوق خونده. خب بگم اینا در پرتو اون تربیت. بعدم زمان محمد رضا شاه که دیگه خدا بیامرز زنده ها، دکتر ثابتیان رو میگم خدا بیامرز، رو لبم میفته. ثابتیان جز اولی محصلانی بود، گروهی بود که بعد از جنگ اعزام شد. یعنی وقتی جنگ شد اعزام محصلی متوقف شد، دوباره بعد از جنگ محصلین رفت. ثابتیان تعریف میگه، توی یه جا هم نوشته، گفت وقتی ما گروهمون اومدن تو راهن که ما بریم به سوی خرمشهر و بعد کشتی سوارشین بریم، 4 تامون چمدون داشتیم از جمله من، بقیه بغچه زیر بغلشون بود. یعنی پسر فلان و دوله و فلان سلطنم نبودن، آدم هایی بودن که دیپلم رو با معدل عالی قبول شد، بالای 18 و 19، و اینا امتحان زبانم داده بودن، یا فرانسه یا انگلیسی آلمانی، و داشت میرفت. بعد تعریف میکنه میگه بغداد. بعد میگه رفتیم بغداد، سفیر ایران بهترین هتل رو برای ما گرفتیم، بهترین اتومبیل به استقبال ما اومد. و ما که میرفتیم، رفتیم به سوریه، باز در اونجا چه استقبالی سفیر از ما کرد. به لبنان رفتیم در بیت. بعد میگه موقعی که با کشتی میخواستیم بیایم به اروپا، در قسمت درجه 1 فقط 4 جا بود، چون سربازا و افسرا برمیگشتن، کشتی ها پر. میگه رئیس ما رفت اونجا داد و بیداد، من بچه‌هام باید تو درجه 1 باشه. میگه جا نبود، خلاصه 4 سرپرستا و یه 2 از دانشجو که مسنتر بودن، اینا درجه 1 گرفتن، بقیه درجه 2، اما با این شرط که در درجه 1 غذا بخورن، از سالن و امکانات اونجا استفاده کنن. بعد میگه اصلا برای بعضی از این بچه ها این چیزا رویا بود، خواب میدیدن، براشون چنین چیزای قابل قبول نبود که سوار کشتی شدن اینجوری پذیرایی از جون. بعد میگه اومدی مارسی و از جون دیگه اومدی فرانسه و تقسیم شدیم، ما اومدیم انگلیس، یه ده آلمان، یه ده فرانسه. خب این ثابتیان میره کنفدراسیون، حتی در اونجا میره که آقای دکتر امینی نخست وزیر که میاد لندن، میره میبینتش، باش حرف میزن. بعد پا میشه با یه گروه دکتر میره زلزله لار، میره در اونجا، کنفدراسیونی هم هست، میره اونجا راحتم بعدم بر میگرد. میخوام بگم اینا وقتی درسشون تموم شد، حالا ثابتیان به ایران نیومد، ولی اونای دیگه که به ایران اومدن، اینا وقتی درسشون تموم شد، اینا تماما عشقشون این بود که زودتر بیان. من یه چیز ساده برات بگم، من وقتی کارم تموم شد اینجا، اون روزی که رفتم پایان‌نامه رو گرفتم عکس انداختم،
منتظر ظهور عکس و گرفتن عکس نشدم. فرداش من راهی شدم، رفتم به سوی ایران. ماشین دانشجویی رو که خریده بودم سوار شدم، بارو بندیلمونم پشتمون نیمد، چون اون وقت اجازه میدادن شما زندگی تو برداری ببر، و ما راهی شد. میخوام بگم هیچ علاقه به این نبود که شما بمونی، شما برمیگشتی به وطنت خدمت میکردی. خب شما کدوم این روحیه رو تو آدمای امروز میبینی؟ شما کدوم شخصیت رو میبینید که دلش برای ایران بسوزه؟ کسی که میاد دزدی میکنه از خزانه مملکت، از بیت المال مملکت، اینایی که ادعای اسلام داره، این نمیتونه به وطنش مهری داشته باشه. اینا به وطن به عنوان یه سرزمین اشغال شده نگاه میکنن، ما هم رعایای سرزمین اشغال شده است. بنابراین هیچ وقت شما در اگرم در میان اینا کسی باشه، یه وقت یه مرتضی سرمدی پیدا بشه تو وزارت خارجه، یا یکی دوتا آدمایی که عباس ملکی و غیره، که اینا دلشون برای وطنشون بسوزه، ولی در مقابل شما اصلا یه چیزی من براتون بگم خیلی جالب. دوست من رفتم به کشور آفریقایی، یه کنفرانسی بود، ما رفتم به اونجا با یه دوست سوریه خلدون که سردبیر ما بود، اومدیم بیرون را بریم، یه رفتیم سفارت ایران جمهوری اسلامی، در حیات بانزی یه بنز وسط حیات، یه آقای با پیژاما و عرقگیر داره ماشین رو میشوره، یه بچه هم آب میریزه، یه آقای دیگه هم هست که کف میماله. و خلاصه ما همیشون که رد میشدیم نگاه که همیشون سلام عرض شد، بودو بودو اومد که قربون شما، معلومه تو اون کشور ایرانی ندیده. اومد و من دکتر عباس سفریان سفیر جمهوری اسلامی، حالا با پیژامو عرق میره، شما فکر شما کن، داشت ماشین میشست با برادر زنش، برادر زنش سرکنسول، خانومش وابسته، همه شو ازدوارد مال اینا، بچه شون هم اونجا برده بودن پیش خانومش درس میخوند که فارسی یاد بگیره. منظورم اینه، خب شما یه همچه آدمی دیگه میفرستی، یارو رو فرستادن سفیر ایران در یمن، زنش رو کتک میزد، زنه فرار میکرد تو کوچه میدوید، این با موتور دنبال زنش میگرد. خب میگم با یه همچه آدم های شما طرفید، بعضی شون اینا کی بودن؟ تیم نازی‌آباد یه دفعه میاد تمام دستگاه امنیتی ما رو میگیره، از آقای حجاریان گرفته آقای عبدی دیگران، اینا تیم نازی‌آباد، گروه توحیدی صف آقای سبزوار رضایی رو داره دستشون، افتخارشون آدم کشی که رفتن هلیکوپتر آمریکایی رو زد. خب شما عزیزو چه انتظاری؟ حتی چپای ما ملی مذهبی یا ملی گرایان ما، اینا فرصت مداخله در حکومت رو نیافتن. 5-6 ماه اول خمینی یه مقدار تحمل کرد چون احتیاج داشت به اینا، ولی بعد چی کارشون کرد؟ قدساده رو کشت، بقیه رو فراری داد، خونه نشین کرد. این حکایت از این حکومت شما انتظار نداشته باشید یک دونه آدمیت توش ظهور کنه، یه دونه. بله، شما به دو سه نفر اشاره کردین در طول صحبتاتون که واقعا نسبت به اونها میتونیم بگیم، حالا غیر از بزرگان حکومت پیشین، نسبت به اونها هم خیلی ظلم شد. و یکیش ولیان بود که خاطرم میاد ایشون اومد به سفیر آمریکا و خانومش یه ست جواهر هدیه داد و سر این مسئله چه هیاهویی شد. و خب بالاخره اونها نپذیرفتن چون تو سنتاشون نبود که بپذیرن، و اینو یا برگردوندن یا سپردن به وزارت خارجه شون یا حالا هرچی بود. مثلا سر این چه داستان ها درست شد؟ یکیش البته اینو شما اسم نبردید، آقای نیک پی بود که چه خدماتی به شهر در تمام، هرچی که خدمات بود این خدمات تبدیل شد به اصطلاح مدرک جرم برداری، و از همه مظلومتر اسم خویدان خسروزی رو بردید که هرچی حالا تاریخ ما جلوتر میریم، سعادت شاید حکومت پیشین باشه که در طول زمان خیلی کوتاهی مردم پی بردن به خدماتشون، یعنی حتی به دو نسل نکشید. و خویدان خسروزی، خب چون من
به اتفاق برادر مرحومم که سکته قلبی کرده بود توی خیابون پاسداران ما دائم قدم میزدیم که ایشون یه مقدار وزن کم بکنه و یه بار یه پیکانی جلوی ما ترمز کرد و گفت آه خیلی همیشه ما اینجا شما رو میبینیم که پیاده روی میکنید و اینا که هویداست، نه گاردی نه محافظی، همون ماشین شخصی. بعدم زندگیشو ما دیدیم که فقط در کتاب و مادرش و اینها خلاصه میشد و شاه هم اتفاقا به همین کتاب بودن هویدا اشاره کرد و مردی بود که 13 سال بالاخره حکومت رو در آرامش نگه داشت و این یکی از مظلوم ترین افراد هست که ما میتونیم بگیم که سخن به طرز بیرحمان کشتش. این مظلومیت رو بذارید من این مقدار تعمیم بدم. محمد رضا عاملی تهرانی عاشق ایران، محمود جعفریان، پرویز نیکخواه، اینا واقعا نادر جانبانی، اینا اسباب افتخار. ربیعی که خمینی رو بعدش با هلیکوپتر آورد به زهرا. ببین یک چیزایی ما در من شاهد بودم، من رفتم هویدا رو تو زندانش دیدم، باش مصاحبه کردم، تو اطلاعات چاپ شد و هویدا همونجا به من گلایه کرد از یکی از همکاران من، گفت فقط بهش بگو من به تو که بدی نکرد، من پی سندیکاتون رو ریختم که خونه بهتون دادم. راست بگو یه عده از این روزنامه نگاران صاحب خونه شدن که الانم بعضیشون اونجا نشستن، بعدم که بعضی در گذشتن بالاخره خانومشون بچه‌هاشون اون تو هستن. این کار هویدا بود، هویدا به ثمن بخش خونه‌ها رو داد، همه بچه ها صاحب خونه شد. حالا من خونه داشتم نگرفتم چون داشتم. قرازم اینه آدم هایی بودن، محمود جعفریان یک آدم نجیب، همسری نجیب، در این مهمونی های تلویزیون یک دفعه یا دو دفعه با همسرش اومد، روسریشون بسته بود خیلی محجبه مرتب اون زمان، یا پرویز نیکخواه سر تا پا عشق به ایران و وطن پرستی بود، نادر جهانبانی، این آدم های مظلوم و نازنین چرا باید کشته می شدن؟ برای که یه پیرمردی پاشه بیاد انتقام بخواد بگیره، کیرو نفرت از پاسبانی که رفته تو قم با فولکسش این رو برده تهران، اون پاسبان رو بعد 15 سال بازنشستگی رو بردن و کشته. اینا چیزایی که ما شاهدش بود و این رژیم نکبتی بود که ما گرفتار شدیم. ما بختیار و قدرش رو ندونستیم، او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد. یعنی همیشه به یاد میارم این غروبایی که میرفتم پیشش، خانم کلانتری منشی دکتر بختیار هست پاریس، از همینجا هم به سلام میکنم پری عزیز که همیشه برنامه ما رو میبین، زنگ میزد میگفت علیرضا بیا الان سر دکتر خالی شد. 37 روز 37 ملاقات من با دکتر یا شایدم بیشتر داشتم، هر روز میدیدمش. و این آدم چه آرزوهایی برای ایران داشت، چه نقشه هایی داشت. ما فقط 3 ماه مردم به من وقت بده و دیدیم که مردم هم داشتن میدادن. اون تظاهرات که شروع شد دومیش جمعیت به 6-7 هزار نفر رسید و اگر خمینی اون بازی در نبود و اینجوری و مردم رو توهین نمی کردن یا تو امجدیه یه عده رو نمی زدن، چاقو نمی زدن، مطمئن باش سومی چهارمی این طرفداران بختیار بیشتر از طرفداران خمینی می شدن، چون مردم گوش می کردن به حرفاش. این آدم ساواک رو منحل کرد، این آدم روابط با اسرائیل رو قطع کرد، چی دیگه می خواهیم؟ با آفریقای جنوبی رو قطع کرد، رژیم آپارتاید رو به رسمیت نمی شناسه. و این آدم در اون نقطه حساس تاریخی که همیشه من میگم ای خدا ای کاش به جای آموزگار، که اونم شخصیتی بود ولی مرد اون میدون نبود، دکتر امینی اومده بود. 6 ماه بعد انتخابات میکرد، بختیار میدونید، یعنی اگر یه خود زودتر، اون زمانی که بختیار و سنجابی فروهر نامه به شاه نوشتن سال 56، اگر واقعا اون وقت به حرف اینا گوش داده بودن، چیزی نمیخواستم با قانون اساسی پیاده بشه. افسوس ماها سوختیم، نسل‌های زیادی سوختن، هزاران کشته جنگ ایران و عراق، اسیر، معلول، بعد
بازی‌های دیگه رژیم، کشتارهای خیابونی، اعدام‌ها، 67 بچه‌های بی‌گناه، اینا همه نتیجه تب تند یک ملتی بود که فکر کردن شاه اگر بره این فرشته از آسمون پیاده میشه، فرشته که تمام احساسش هیچی بود که زد تو سر ملت ما تو همون هوا، فرشته مرگ، فرشته مرگ بود به عبارت بهتر. حالا برای اینکه تغییر ذائقه بدیم، گفتم این صحبت ها میخواد صحبت کرونایی باشه. و خب جناب دکتر، شما تو این ایام کرونا ورزش هم کردید؟ چه ورزشی رو خودتون؟ همین به قول معروف اون چیزی که میگفتیم بهش ورزش سوئدی، قبلا میگفتیم بهش ورزش سوئدی، حالا نرمش فلان، ولی ورزش به اصطلاح مثلا مثل تنیس و اینها چیزی هست که که الان شنا و اینها نمیشه؟ نمیگم اصولا، میگم قبلا چرا ما یک کلاب داریم نزدیک خونمون، این بغله استخرم داره و بعدم این نوید محمدزاده همکار من که برنامه نرمش و اینا رو فیزیوتراپ و تو تلویزیون میداد، جلسات متعددی به من محبت کرد و ماساژ داد، یادم داد که چه نوع ورزشی بکنم. من تو خودم مثلا به اسکی خیلی علاقه مندم، گفتم شاید مثلا جناب عالی هم که ورزش من اسکواش بازی میکردم برای سالها، اسکواش متاسفانه شونم در رفت و خیلی هم مصیبت کشیدم، چندین بار مجبور شدم کورتون بزنم، کورتون بزرگ روغنی که دردش اصلا هیچ وقت یادم نمیاد، فروزن شولدر گرفتم. و جناب دکتر، من قبل از اینکه باهاتون مثلا گفتگو رو انجام بدم، چون می‌خواستم لباسم با لباس شما هماهنگ باشه، پرسیدم که آیا شما در منزل هستید الان، آیا ما شما رو با لباس اسپورت می‌بینیم؟ فرمودید خیر، من همیشه با لباس مرتب چون می‌خوام باشم، و قبلا هم فرموده بودید که یک فلسفه‌ای دارید که این حکومت از انسان‌های مرتب بدش میاد و بیشتر خیلی حرص می‌خوره. در این مورد خیلی، حالا چون خیلی همیشه شما رو با لباس مرتب و شیک دوستان میبینن، در این زمینه فلسفه‌ش هم با ما بگید، آیا ما یه روزی شما رو با لباس اسپورت خواهیم دید یا نه؟ من فکر کنم مثلا ممکن ورزش هم شما من لباس اسپورت روزای شنبه که تو خونه هستم اسپورت میپوشم، بیرون میریم با خانم و بچه ها در مقابل دوربین، ولی نمیاد. ولی حالا دلیلش هم باید بگم، ببین من از کلاس 5 ابتدایی کلوات زدم، از 5 ابتدایی مدرسه ایران کروات زدم، دبیرستان کروات زدم و تا امروز خیلی مرد رو زیبنده میدونم با کراوات، خیلی این طرح زیبایی است. توی فرودگاه دبی بودم و یک بار یک اکیپ 60-70 نفره ایرانی، همم محترم، یعنی بسیارشون کراوات داشتن، خانم‌ها لباس‌های شیک، معلوم شد همه دکتر و همه دکتر بودن، از اصفهان اومده بودن، در یک سمیناری در کانادا شرکت کردن، حالا برمیگشتن به وطن. آقا اینا ما رو دیدن چقدر محبت اومده، حتی مأمور اطلاعاتی که باشون بود اومد با من عکس گرفت. در میان اینا یه خانم مثلا میانسالی بود به همراه شوهرش، هر دو دکتر، این خانم اومد جلوی من، انقدر از من تشکر کرد، گفت عزیزم پسر من یه هیپی کامل، حالا موهاش تریختی، شلوار جین پاره پاره، بلوز پاره، چه جوری میاد تو خیلی؟ گفت این همین جوری نشست برنامه شما رو دید، گفت یه دفعه به گردن بابا شما انداخت که من کچلوار بود. خلاصه رفتیم گرونترین کوچه‌الوار رو خریدیم، بعد کروات، بعد دکمه سردست، میگه رفتیم گشتیم دکمه سردست شبیه مال شما چند تا پیدا کرد، بعد کروات های متعدد پوشید، اینا رو براش گرفتیم و بعد گفت من ساعت هم میخوام مثل فلانی بشه، رفتیم چند تا ساعت هم براش گرفتیم. بعد گفت حالا این بچه 15 ساله سرمست شد برای دوستاش تو مدرسه ادب، بله اونا هم دنبال این اومدن، حالا یه اکیپی شده اینا تو اصفهان، راه میدن تو خیابون با کروات. ببین من میگم تأثیر این از اون قیافه بوی تعفن بده
اون ریش کثیف، اون قیافه های شلوار زانو زده. شما احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهوری ایران در نظر بگیرید، این آدم تو سازمان ملل میره به نام ایران سخن میگه و نمونه های دیگر. آره، نمونه های دیگر رو میخوام برات بگم که این مدل ظاهر شدن ما خیلی رژیم آزاد برای که 41 سال میخوان مردم رو مثل خودشون کنه، با دست غذا بخورن، چهار زانو بشنن زمین، جورابشون در بکنن بندازن و گوشه اتاق. اینا رنج میبرن، میبینن یک عده ای از هموطنان ایرانی منظم و مرتب و تمیز لباس میپوشن، همیشه مرتبن و این تأثیر میزن رو نسل جوان. یه عده من الان مشتری دارم، بچه های جوان 14 سال 13 سال 15 سال خیلی هم جوانه، با هم گپ میزنیم، هم دیگر رو میبینیم، حالا من مثل پدر بزرگشونم، ولی با هم رفیقیم و این ارتباط رو من خیلی ارتباط عزیزی میدونم و دوستش دارم. بسیار عالی. اینم بگم سوغن جان، این نوترم بگم بفرمایید، کاری که شما داری میکنی با این مصاحبه ها، پسر فیلمساز من نیما الان که همه پروژهاشو متوقف شده چون هنرپیشه ها نمیتونن روبه رو هم بیان، آخرین کاری که کرد این فیلم راک بود که برای اپل ساخت، علی کار دیگه ای داره میکنه، شبها با اتومبیلش میره در خونه دوستان فیلمساز و کارگردان و هنرپیشه هست و از اینا عکس میگیره، حالا یا رو بالکن یا دم در، و اینا رو داره کتاب میکنه. چه مثلا پیمان معادی هم اونجا بود، با هم دوستن رفت، پیمان معادی هم با خانمش و بچه‌ش عکسشون گرفت که خیلی هم پروژه عکسای قشنگ. خیلی میخوام بگم این کار شما رو در این زمینه پسر من یه جور دیگه اونجا داره و این کارت خیلی مهمه. این من اینو البته تلویزیون آلمان به خاطر همین ایام کرونایی مصاحبه هایی که صورت میگیره، مثل من و شما الان با دو نفر هستید، آره. اونجا مثلا 5 تا 6 تا از خونه هاشون صحبت میکنه و این البته خب با اون تشکیلات تلویزیون اینا جمع میکنه. من و شما حدود فکر کنم الان 5 روز شد سعی کردیم 5 بار نتونست. حالا خوب شد، این یکی امیدواریم سرش باز شد، این ضبط بشه. درباره کراوات فرمودید، من پدرم در تمام ایام عمرشون ایشون کراوات می‌زدن، تو دوران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، ما زمانی بچه بودیم ایشون همیشه با کراوات می‌دیدیم، حتی منزل هم که بودن کراوات داشتن با روب دوشام. و بعد از انقلاب هم که شد همه گفتن آقا باز کنید، الان اینجا خیلی وضع خطرناک است و مخالفین چیز هستن اینا، چون آقا من همین لباسمه، منم هیچ باز نخواهم کرد. یک روز یک جوونه که حزب اللهی جلوی ایشون میاد و خلاصه در مورد کراوات ایشون نظرش رو میگه، که پدر من اساسش رو بلند میکنه که تو به دنیا نیومده بودی من این کراوات رو داشتم، تو به من خیلی درس لباس پوشیدن یاد بده. من خودم در ایران کراوات میزدم، بعد تمام ادارات من کراوات، چقدر کار من عقب میافتاد به خاطر این مسئله، چون لج میکردن همه این دمپایی پوشهای به قول معروف ریش و پشمی بودن. و یک بار هم خانوم همسر سابق من تصادف اتومبیلی کرده بودن، بعد دادسرا میرفتیم، من دادسرا با کراوات رفتم، بعد جلوی ورودی پلیس جلوی منی گرفت که کجا، گفتم که دارم میرم فلان جا فلان بخش، گفتش نمیتونید، گفتم خب چرا نمیتونم، خب خودت نمیدونی که چرا نمیدونین، گفتم نخه بنده نمیدونم که چرا نمیتونم، گفت اون، گفتم کدوم، بعد چشم اشاره میومد که اسمشون رو نیاره، بالاخره اسمش رو از زبونش کشید، گفت کراواتتو باید باز کنی، منشی رئیس دادگاه به شدت بدش میاد از تو، مسئله نیست، کراوات رو باز کردم. بعد اینو مثل رختکن دستم رو گرفتم و روی دستم آویزون کردم و همینطور رفتم طرف دفتر رئیس دادگاه، گفتم که اشکالی که نداره یه نگاهی کرد چی بگیری. بعد وارد که شدم منشی رئیس، حالا نه خود رئیس، این چه وضعشه، این چی چیه، گفتم که این کراواته، گفت چرا اینطوری کردی، گفتم والا این به گردنم بود
برای اینکه لباس هم بود، بعد به من دستور دادن که باز کنیم چون شما خوشتون نمیاد. خیلی خوب جمعش کن، تظاهرات نکن، فلان نکن. کم کم میخواست دیگه بره به مسئله ضد انقلاب و اینها بچسبونه. این حالا خدمت شما الان خواستم عرض کنم که یه مقدار سبک شده، ولی در گذشته فاجعه انگیز. حالا خاطرات من ازلم خدا رحمتش کنه، یک مرد مسن افسر سابق سرهنگ شهربانی یه روز میاد میره دادگستری، یه کاری داشته، دم در یارو برمیگرده میگه این یه چیز خیلی کثیفی، میگه چیه به گردنت بستی؟ پدر همسر من میگه بهش که عزیزم پسر من، شما یه دونه نوشته از آقای خمینی بیار که توش گفته باشه کروات ممنوعه، من همینجا اینو تیکه تیکه میکنم، پاره پاره میکنم. یارو هیچی نمیتونه بگه دیگه. میگه نه نشینی آقای رفسنجانی چیکار میگه؟ آقای رفسنجانی هم یکی از آدمای دیگه، ولی آقای خمینی رهبر انقلاب، یه چیزی راجع به کروات بیاریم من ببینم، مطمئن باشید من پاره میکنم. ببین سوغن جان، یه مقدارم تقصیر خودم، اون اول انقلاب یادته خیلی دوستان ما کروات رو در آوردن، ریش گذاشتن.